علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امکان مذاکره دوباره بر سر برجام و گفتگو درباره برنامه موشکی ایران را رد کرد. در حالیه که رئیس جمهوری آمریکا همچنان بر اصلاح توافق هسته‌ای اصرار داره. درباره این موضوع و همچنین سفر وزیر خارجه آمریکا به اروپا برای گفتگو درباره توافق هسته‌ای با جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، با توجه به موضع‌گیری واشنگتن علیه توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، شما وضعیت کنونی این توافق رو از نقطه نظر طرفای امضا کننده اون چطور ارزیابی می‌کنید؟ سوال خیلی جالبی است، برای اینکه امضا کنندگان هر کدوم نظراتی دارن که گاهی موقع با هم در مخالفت هست. در سفر وزیر خارجه آمریکا به اروپا، اروپایی‌ها نهایت کوشش رو خواهند کرد که قضیه برجام رو از مسائل مثل حقوق بشر، فعالیت‌های موشکی ایران، اقدامات بی‌ثبات سازی در منطقه جدا بکنن و آمریکا رو متقاعد بکنن که به برجام دست نزنه. حتی اگر آمریکا این رو بپذیره، خود به خود اون مسئله شرط غروب در داخل برجام لاینحل خواهد بود. اخیراً کمپانی‌های اروپایی به تکاپو افتادن که یک جایگزینی برای روابط مالی خودشون با ایران پیدا بکنن تا بتونن به آسیب ناشی از لغو احتمالی برجام به اصطلاح بپردازن و اون رو پیش از موقع مهار بکنن. سفرهای دیپلماتیکی هم در پیش است که بین اروپایی‌ها و ایران، و در این حال یک راه حلی هم که بعضی از کشورهای اروپایی پیشنهاد کردن از جمله آلمان این استش که از طریق تحریم‌های جدیدی ایران رو به خاطر سایر مسائل جدای از برجام مورد تحریم قرار بدن، که شاید به این طریق بتونن نظر آمریکا رو برای اینکه به اصل برجام دست نخوره تامین بکنه. روسیه و چین تا چه اندازه حاضرن توان دیپلماسی خودشون رو برای بقای توافق هسته‌ای خرج کنن؟ بقای توافق هسته‌ای برای هر دو کشور، روسیه چین، مهم هست، ولی استفاده یعنی هزینه کردن از دیپلماسی برای اونها کار سختیه، به دلیل اینکه اونها مراودات دیگری با آمریکا دارن که نمیخوان اونها رو به خطر بیندازن. بنابراین سعی هر دو کشور این هستش که بگن برهم خوردن برجام مانع رسیدن به توافق با کره شمالی خواهد شد، و در درجه دوم ممکن استش که به اصطلاح بدون توافق با کره شمالی ساختار امنیت بین المللی آسیب ببینه. یعنی بیشتر به حاشیه میپردازن که خیلی وارد اصل قضیه برجام نشن، و البته برهم خوردن برجام ممکنه در حدی روابط اون دو کشور را هم با آمریکا تیره بکنه. حالا در این میان چه گزینه‌هایی پیش روی ایرانه؟ متاسفانه غالب گزینه‌های ایران گزینه‌های خوبی نیستن. در درجه اول بازگشت به شرایط قبل از برجام که گاهی وقت صحبتش در ایران میشه، یعنی دعوت به درگیری‌هایی که دیگه از محدوده دیپلماتیک خارج میشه و میتونه تا آستانه جنگ هم برسه. استفاده از اهرم اروپا، چین و روسیه در مقابل آمریکا یک اهرمی است که تا به حال هم ایران ازش استفاده میکرده، و در این حال اونم محدودیت های خودش رو داره، چون خط قرمزهایی برای اروپا وجود داره که نمیخواد نهایتا از اون خط قرمزها فراتر بره و خودش رو به اصطلاح با آمریکا رو در روی به اصطلاح خیلی شدید بکنه. قبول مذاکره ولو به صورت محدود و برخی از مسائل مثل مسائل موشکی هنوز یک راههایی داره، و صحبتی که اخیراً در ایران هم شده علارغم اینکه نفی میکنه توسط دبیر شورای امنیت، نشون میده که احتمال داره که در بعضی از حواشی این قضیه بشه گفتگوهایی کرد، و این خودش نقطه شروعی خوبی است، چون سایر مسائل مثل مسائل دفاعی، مسائل نفوذ سیاسی ایران در منطقه، در داخل ایران مخالف و موافقهایی داره و به صورت تابو در آورده.